کار با پنل کالر و کالر گاید. در نرم افزار ایلستریتور میتونیم با استفاده از امکانات و تنظیمات پنل کالر یک مد رنگی دلخواه رو مثل RGB، گری‌اسکیل، HSD و CMYK انتخاب کنیم و به کمک لغزنده ها همچنین طیف رنگی ارائه شده در هر یک از این گزینه ها رنگ دلخواهی رو برای رنگ زمینه و خط دور اشیا انتخاب نمایید. از اونجایی که ممکن هستش که بسته به نوع کارتون به یک یا چند کد رنگیش از سایر رنگ ها نیاز پیدا کنید، میتونید برای افزایش سرعت و دقت رنگی رو که از طریق پانل کالر هم ساختید مطابق آموزشی که در قبل ارائه شد خدمتتون در پانل سوئچ ذخیره کنید و برای مراجعات بعدی از اون استفاده کنید. در اینجا نحوه کار با پانل کالر رو بررسی می‌کنیم. برای باز کردن پانل کالر به بخش پانل ها مراجعه می‌کنیم. در این قسمت اگر که من پانل کالر رو پیدا کردم که معمولا در این قسمت های ابتدایی بخش پانل ها قرار گرفته که الان اینجا مشاهده میکنید اون رو، اگر که پیدا کردم که میتونم به راحتی روش کلیک کنم و اون رو فعال کنم و اگر که پانل کالر رو اینجا نداشتم میتونم با کلیک چپ روی منوی ویندو وارد منو بشم و پانل کالر رو از اینجا فراخونی کنم یا کلید میانبر F6 رو استفاده کنم. خب من اینجا روی گزینه کالر کلیک میکنم، وارد پانل میشم، بخش منو رو ابتدا باز میکنم و گزینه شو آپشنز رو میزنم برای اینکه بتونیم موارد داخل پانل کالر رو به صورت تکمیلی ببینیم، یعنی همه گزینه‌ها و آپشن‌های اون رو بتونیم مشاهده کنیم. اگر که وارد این بخش از منوی پانل کالر نشدید و از این طریق آپشن رو نخواستید باز کنید، روش دیگه‌ای هم هست که میتونید از اون استفاده کنید. میتونید روی این آیکون کلیک کنید، با یک کلیک میتونید آپشن رو جمع کنید یا هاید کنید، با یک کلیک دیگه میتونید اون رو باز کنید. پس از این طریق هم میتونید به گزینه‌های داخل پانل کالر دسترسی پیدا کنید. بخش دیگه که باز در منو قرار گرفته در این بخش از پانل کالر، مدهای رنگی شما هست. همونطور که خدمتتون گفتم میتونید مدهای مختلفی رو مثل گری‌اسکیل یا مد خاکستری، RGB, HSP, CMYK و WebSafe RGB رو انتخاب کنید. گری‌اسکیل که اگر شما این رو انتخاب کنید میتونید با جابجا کردن تنها لغزنده موجود در این حالت رنگ در یک طیف خاکستری از سفید خالص که در این قسمت قرار گرفته و میزان روی 0% هست تا سیاه خالص که مقدار اون روی 100% قرار میگیره قابل انتخاب هست و به این ترتیب شما میتونید رنگ دلخواه خودتون رو توی این طیف خاکستری مشخص کنید. چنانچه شکل من یا آبجکت یا موضوع من در روی صفحه آرتبورد فعال باشه و انتخاب باشه، اگر که من اینجا مد گری‌اسکیل رو فعال کنم میتونم با این بخش این گلبرگ ها یا این گل رنگی رو تبدیل کنم به یک گل خاکستری یا سیاه‌سفید. مود رنگی بعدی RGB هست که وقتی که اون رو فعال میکنید سه لغزنده قرمز، سبز و آبی خواهید داشت که با دادن مقادیری در بازه 0 تا 255 که مشاهده میکنید که من اگر که این رو به 205 به آخرین قسمت این اسلایدر رو درک کنم مشاهده میکنید که آخرین مقداری که برای من توی این کادر نمایش میده 255 هست و اولین مقدار هم مقدار صفر هست و با درک کردن هر کدوم از این اسلایدرها میبینید در صورتی که شیء شما یا آبجکت شما روی صفحه فعال باشه دقیقا همون رنگ براش تعریف خواهد شد. البته باز این بستگی داره به اینکه رنگ فیل فعال باشه یا رنگ استراک. اگر رنگ خط دور فعال باشه رنگی رو که شما تنظیم میکنید به خط دور اعمال خواهد شد. در نتیجه هرچه میزان این لغزنده ها بیشتر بشه بر شدت و غلظت رنگ شما افزوده خواهد شد. صفر یعنی فقدان نور، یعنی سیاهی مطلق و 255 یعنی رنگ کامل. طیف رنگ های قابل ساخت در این مود در پایین پنل که در این بخش هست، این قسمت رو که دارم در تصویر خدمتتون نمایش میدم، بخشی هست که شما میتونید طیف رنگ های قابل ساخت رو بهش دسترسی داشته باشید و رنگ مورد علاقه خودتون رو از طریق کلیک کردن روی هر نقطه از این طیف انتخاب کنید. مثلا اگر که رنگ شما هولوش رنگ قرمز هست میتونید اون رو کلیک کنید و سپس با درک کردن اسلایدرها به رنگ
مورد نظر خودتون دسترسی پیدا کنید. باز هم به این علائم اخطاری که به شما تذکر میده که رنگ شما خارج از محدوده چاپ هست و یا خارج از محدوده نمایش در محیط وب هست دقت کنید و اونها رو اصلاح کنید و با یک کلیک روی هر کدوم از اینها میتونید رنگ خودتون رو تصحیح کنید. مود بعدی همطور که قبلا هم توضیح دادیم مود HSP هست. اگر که HSP رو فعال کنید سلغزنده با عناوین هیو سچوریشن و برایتنس خواهید داشت که با دادن مقادیر در بازه 0 تا 100% رنگ نهایی شما ساخته میشه. البته اولین مقداری که در بخش هیو برای شما قرار گرفته بر اساس زاویه بیان میشه و از 0 درجه تا 360 درجه زاویه دایره‌ای که برای هیو یا رنگمایه استفاده میشه هست که شما میتونید از این طریق رنگمایه خودتون رو ابتدا مشخص کنید، سپس با استفاده از گزینه‌های سچوریشن، غلظت یا برایتنس مربوط به شدت روشنایی میتونید به رنگ دلخواه خودتون دسترسی پیدا کنید. گزینه بعدی CMYK هست که باز به طور مشابه 4 لغزنده داره، مربوط به 4 رنگ ساین، ماجنتا و زرد و سیاه که مقادیر در بازه 0% تا 100% در اختیار شما قرار میده که با کلیک روی هر نقطه از طیف رنگی که در این پایین مشاهده میکنید میتونید رنگ مورد نظر خودتون انتخاب کنید و سپس با درک کردن اسلایدرهای مورد نظر به رنگ دلخواه خودتون برسید. مشابه سایر رنگ و فرق زیادی نداره، فقط طیف‌های رنگی متفاوت خواهند بود. بخش بعدی وب سیف RGB هست که این حالت مناسب ترین گزینه برای انتخاب رنگ قابل نمایش در صفحات وب هست که این کدهای رنگ بر مبنای 16 تعریف میشن توسط 3 لغزنده قرمز، سبز و آبی و تخصیص مقادیر 20 تا FF. یعنی ما اگر که اینجا این لغزنده رو جابجا کنیم میبینید که FF که اینها در واقع کدهایی هستن که در سیستم 16 برنامه‌نویسی های کامپیوتری استفاده میشه و از 20 شروع میشه. میبینید که به این صورت هست و گفتیم که کد در رنگ های ما بر اساس یک سری کد هایی در سیستم کامپیوتر تعریف میشن که دقیقا این کد ها اینجا برای حالت وب سیف به این ترتیب قابل استفاده هست. چنانچه قصد داشته باشید که رنگ ساخته شده از طریق پانل کالر رو در پانل سویچز خودتون ذخیره کنید، در حالی که این رنگ الان برای رنگ فیل فعال هست و انتخاب شده میتونید تو پانل سویچ رو باز کنید و برای دکمه نیو سواش کلیک کنید و به همون ترتیب که در آموزش‌های قبلی گفته شد رنگ رو برای خودتون در پانل سواش ذخیره کنید برای اینکه بتونید در مراجعات بعدی از اون استفاده کنید. بخش دیگه که در منوی کالر شما مشاهده می‌کنید، در منوی پانل کالر البته مشاهده می‌کنید، گزینه اینورس هست که با این گزینه شما میتونید به رنگ‌های مکمل دست پیدا کنید. من ابتدا اجازه بدید که رنگ رو بذارم روی حالت مثلا CMYK و یه مقدار رنگ رو هم تغییر بدم به این شکل. چنانچه شما فرمان اینورس رو اجرا کنید دقیقا رنگ مکمل این رنگ به شما داده خواهد شد. اگر که با رنگ های مکمل آشنایی داشته باشید دقیقا متوجه میشید که زمانی که روی گزینه اینورس کلیک میکنید چه اتفاقی میفته. اگر که من باز رنگ دیگه ای رو انتخاب کنم، مثلا از این طیف رنگ یک رنگ رو انتخاب کنم و گزینه اینورت رو بزنم، رنگ مکمل اون این رنگ خواهد بود. پس شما با از طریق فرمان اینورت میتونید به رنگ مکمل دست پیدا کنید. آیکون هایی که در این بخش از پانل مشاهده میکنید بیانگر این هست که اگر شما رنگ فیل برای شما فعال باشه روی آیکون اولیه کلیک کنید، گزینه نان هست، یعنی اینکه رنگ فیل رو در واقع هیچ رنگی بهش اختصاص داده نشه و رنگ زمینه رو بدون رنگ تعیین کنید. گزینه بعدی رنگ مشکی رو برای شما تعریف میکنه. این حالت رنگ مشکی که سایر گزینه ها روی 0% هست و فقط رنگ مشکی یا بلک روی 100% تنظیم شده، یک رنگ مشکی تک رنگ هست بدون قابلیت ویرایش که معمولا برای متون استفاده میشه. ما یک رنگ مشکی دیگه هم داریم با عنوان رجیستریشن که این رنگ رجیستریشن نوعی رنگ مشکی هست که حاصل از مجموع 4 رنگ ساین، مجنتا، یلو و بلک با بیشترین میزان اشتراک، یعنی هر یک از اینها 100% باشه. اگر که هر کدوم از اینها رو ما روی
100% قرار بدیم، رنگ رجیستریشن حاصل خواهد شد که برای مثلا علائمی مثل کراپ مارک ها، که کراپ مارک ها رو من در آموزش های قبل خدمتون توضیح دادم، خطوط برشی که میتونیم اطراف اشکالمون بندازیم، به این صورت هست که ما میتونیم کل این رنگ ها رو بذاریم روی حالت 100% و یک مشکی خواهیم داشت که از ترکیب این 4 رنگ حاصل میشه. اما در حالتی که اینها 0% باشن، ما رنگ مشکی تک رنگ رو خواهیم داشت که این رنگ گفتم خدمتتون بیشتر برای متون استفاده میشه و کاربرد داره و قابلیت ویرایش هم نداره. رنگ انتهایی هم که در این قسمت مشاهده میکنید رنگ سفیده، که اگر که کلیک کنید رنگ سفید اختصاص داده میشه به آبجکت یا موضوع انتخاب شده شما. مشاهده میکنید که این رنگ سفید باز از ترکیب این 4 رنگ با مقدار 0%، یعنی 4 رنگ وقتی روی 0% باشه، این رنگ سفید رو به شما خواهد داد. علاوه بر پانل کالر که خدمتتون نحوه کار با اون رو توضیح دادم، پانل دیگه هم هست که میتونه به شما برای انتخاب رنگ بسیار کمک کنه و اون پانلی هست با عنوان کالر گاید. مشاهده میکنید که پانل کالر گاید دقیقا در زیر پانل کالر قرار گرفته در این بخش. باز اگر که نتونستید اون رو در این قسمت پیدا کنید، میتونید از طریق منوی ویندو وارد منو بشید و گزینه کالر گاید رو انتخاب کنید یا از کلیت های ترکیبی شیفت F3 برای باز کردن اون استفاده کنید. من اینجا یک کلیک چپ بر روی آیکون کالر گاید انجام میدم و به این ترتیب وارد پانل کالر گاید میشم. پانل کالر گاید برای ساختن تیپ های سایه روشن از یک رنگ، یعنی در واقع یک رنگ پایه در درجات مختلف روشنایی استفاده میکنه. به کمک گزینه های تنظیمی استپ و وریشن موجود در این پنل، تعداد تقسیمات تیپ رنگ و میزان ترکیب سایه با اون قابل تنظیم هست و بنابراین از طریق تخصیص یک قاعده هارمونی دلخواه، درجات مختلفی از روشنایی رو برای یک رنگ خاص در اختیار شما قرار میده. خب، میخوایم ابتدا خصوصیات تیپ سایه روشن یک رنگ رو از طریق این پانل تنظیم کنیم. ابتدا یک رنگ رو من انتخاب میکنم. مثلا از پانل سوئچز این کار رو انجام میدم. یک رنگ رو به عنوان مثال مثل رنگ قرمز برای این گلبرگ ها انتخاب میکنم. سپس وارد پانل کالر گاید میشم و از قسمت منوی پانل وارد بخش کالر گاید آپشنز میشم. مشاهده میکنید که اینجا گزینه استپ تعداد تقسیمات تیپ رنگ یا تعداد ستون ها رو برای شما تعیین میکنه. شما میتونید مثلا تعداد تقسیماتتون رو به جای 4 تا، اینجا الان به صورت پیش‌فرض 4 تا قرار گرفته، من مثلا 6 تا رو قرار میدم. و در بخش وریشن میتونید میزان تغییرات که مربوط به ترکیب سایه و یا نور با رنگ مد نظر شما و یا تغییر میزان سردی و گرمی رنگ رو در بر داره تنظیم کنید. میتونید این وریشن رو، لغزندش رو درک کنید و به اون تنظیمات برسید. اگر در تصویر نگاه کنید الان ببینید رنگ ها رو، هر چقدر من این رو کمتر میکنم، این رنگ ها در واقع یک تیپ یک نواخت داره میشه و زمانی که اون رو دارم زیاد میکنم سایه روشن ها متفاوت میشه. میبینید که تیپ های مختلفی رو در اختیار من قرار میده. پس شما میتونید با گزینه وریشن این تغییرات رو تنظیم کنید. سپس بر روی دکمه اوکی کلیک میکنید و کد رو تایید میکنید. مجددا وارد منوی پانل کالر گاید میشم. گزینه هست که اگر که انتخاب باشه میزان ترکیب رنگ با سایه رو به شما نشون میده، که حالتی بود که الان شما مشاهده میکردید. گزینه شو وارم اور کول حالتی هست که نمایش تیپ های رنگ سرد و گرم رو بر پای رنگ مذکور مشخص میکنه و همه اینها شما میبینید اینجا یک رنگ پایه دارید که این رنگ پایه بر اساس رنگی که در قسمت فیل تنظیم شده انتخاب میشه و دقیقا همون رنگ هست. شما هر رنگی رو که چه از توی طرحتون انتخاب کرده باشید، چه از توی پانل سواجتون انتخاب کرده باشید یا از جای دیگه انتخاب کرده باشید، اون رنگ رو به عنوان رنگ پایه در نظر میگیره و بقیه گزینه ها رو به اون ترتیب براش تنظیم میکنه. و گزینه شو ویوید اور میوتد گزینه هست که میزان اشباع رنگ یا اختلاط اون با رنگ خاکستری رو برای شما تنظیم میکنه. میبینید که
باز این شرایط رو برای شما نشون میده. بچه ها میتونید هر کدوم از این تیپ های رنگی رو که دوست داشتید انتخاب کنید، در صورت که آبجکتتون انتخاب باشه. من آبجکت رو انتخاب میکنم، مثلا میتونید با انتخاب کردن این تیپ های رنگی رنگ رو عوض کنید. میبینید هرچی من جلوتر میرم رنگ پر رنگتر و هر چقدر که به این سمت میام رنگ به این شکل در میاد. یا تیپ های رنگی که کمی تون خاکستری هم در این قسمت ابتدا در داخلش هست، میبینید که به این شکل شما میتونید تیپ های رنگی مختلف رو تنظیم کنید. اگر روی گزینه شوتینگ اور شید بذارم، باز رنگ های روشنتر در هر سطر برای من نمایش داده میشه. رنگ های روشنتر، رنگ های تیره تر، این قسمت، این قسمت. و بسته به نوع کارتون میتونید رنگ های مختلفی رو تنظیم کنید. حتی اگر آبجکت یا موضوع شما انتخاب نباشه، الان موضوع من انتخاب نیست، شما رنگ رو درک کنید و روی هر قسمت بکشید، اون رنگ بهش اعمال میشه. ببینید رنگ آبی رو مثلا به این گلبرگ میکشم، رنگ سبز رو مثلا به این گلبرگ، و به این ترتیب شما میتونید حتی با درک کردن رنگ ها به روی بخش هایی که انتخاب هم نیستن رنگ ها رو بهش اعمال کنید. و میتونید روی این مثلث کوچیک سیاه رنگ کلیک کنید، وارد لیست باز شو بشید و هارمونی های دیگه رو انتخاب کنید به این ترتیب. و باز با انتخاب کردن شکلتون به عنوان مثال این بخش، اون رنگ ها رو بهش اختصاص بدید. چنانچه گروه رنگ خودتون رو یا طیف رنگی انتخابی خودتون رو در پانل کالر گاید قصد داشته باشید که در پانل سوئچ ذخیره کنید و اون رو نگه دارید تا در کارها و طرح‌های دیگه ازش استفاده کنید، میتونید با یک کلیک چپ بر روی این دکمه این کار رو انجام بدید. کافی هست یک کلیک به این ترتیب روی این دکمه من انجام بدم و سپس وارد پانل سوئچ بشم و مشاهده میکنید که الان این گروه رنگ در این قسمت ذخیره شد. اگر که با قصد داشته باشید که اون گروه رنگ رو حذف کنید، میتونید با یک کلیک کردن بر روی فولدر یا پوشه‌ای که در کنار اون قرار گرفته کلیه یه رنگ ها رو به حالت انتخاب در بیارید و بر روی دکمه دیلیت کلیک کنید. و اگر که قصد داشته باشید که رنگ ها رو به صورت پراکنده انتخاب کنید، میتونید کلید کنترل رو نگه دارید و یک کلیک چپ روی رنگ های انتخابی خودتون انجام بدید و سپس بر روی آیکون دلیت سواچ کلیک کنید و اون رنگ های انتخابی رو حذف کنید. و اگر که قصد داشته باشید باز از یک رنگ یا یک گروه رنگ یک کپی ایجاد کنید، میتونید از طریق نگه داشتن کلید آلت و سپس درک کردن اون گروه رنگ یک کپی از اون ایجاد کنید. بنابراین برای کپی کردن یک گروه رنگ و یا حتی یک تک رنگ شما میتونید با استفاده از کلید آلت هم به مقصود خودتون برسید. لازم نیست حتما از فرمان دوپلیکیت که در منوی پانل سوئچ قرار گرفته این کار رو انجام بدید. باز اگر که من بخوام این گروه رنگ رو انتخاب کنم و حذف کنم، با یک کلیک چپ روی علامت پوشه اون رو انتخاب میکنم و بر روی دیلیت سوئچ کلیک میکنم. پیغامی که مبنی بر اطمینان من برای حذف سوئچ ظاهر میشه رو با زدن دکمه یس تایید میکنم. وارد پانل کالر گاید میشیم. بخش دیگه قرار گرفته که با این آیکون مشخص شده، بخش Edit or Apply Colors هست که اگر که شما روی این آیکون کلیک کنید وارد قسمتی میشید با عنوان Recolor Artboard. دقت کنید که قبل از اینکه کار خودتون رو در این کادر شروع کنید و تنظیمات خودتون رو آغاز کنید، گزینه Recolor Art رو تیک بزنید. این گزینه مثل پریویو برای شما عمل میکنه، در واقع پیشنمایش رو بر روی صفحه آرتبورد شما بر روی موضوع انتخابی نشون میده. باز به این موضوع هم دقت داشته باشید که شی و یا موضوع خودتون رو بایستی قبلش در آرتبورد خودتون به حالت انتخاب در بیارید تا هر تنظیمی که در این قسمت انجام میدید رو بتونید همزمان روی آرتبورد مشاهده کنید. دو زبانه ادیت و اساین قرار گرفته که با زبانه ادیت شما ابتدا گروه رنگ خودتون یا طیف رنگی خودتون رو ویرایش میکنید و با زبانه اساین اون رو به آبجکت یا موضوع انتخابی خودتون اعمال میکنید. البته با قسمت ادیت هم وقتی شما دارید ویرایش انجام میدید کاملا مشاهده میکنید کوچکترین حرکتی که داره انجام میشه روی آبجکت یا موضوع شما داره اعمال میشه و سپس اگر که اوکی رو بزنید اون اعمال شدن رو شما کاملا مشاهده خواهید کرد.
در این بخش کالر گروپ میبینید که یه سری گروپ رنگ هایی که ساخته شده در اینجا قرار گرفته. آیکونی وجود داره مثل آیکون قطره شکن یا آیدراپه. با کلیک کردن بر روی این گزینه رنگ هایی که از قسمت انتخابی آرتبوردتون هست رو به داخل قسمت ریکالر آرتبورد بیارید و اونها رو ویرایش کنید. در واقع میتونید با این آیکون نمونه گیری رنگ از آبجکت یا موضوع انتخابی روی آرتبوردتون داشته باشید. در قسمت کادر کناری میتونید نامی برای گروه رنگ خودتون اختصاص بدید. بنابراین با تایپ کردن نام از طریق صفحه کلیک میتونید نام مورد نظر خودتون رو ایجاد کنید. اگر که میخواین این گروه رنگتون در یک گروه یا یک پوشه قرار بگیره میتونید ابتدا نیو کالر گروپ خودتون رو با یک کلیک کردن بر روی این آیکون بسازید و سپس میبینید که الان این ستا رنگ آبی، بنفش و سفیدی که اینجا تعریف شده در این نیو کالر گروپ قرار گرفت که با همین نام هم مشخص شده. دایره که در این قسمت قرار گرفته بخشی هست که شما میتونید رنگ خودتون رو انتخاب کنید یا رنگ‌های خودتون رو در واقع انتخاب کنید که سه حالت داریم. گزینه اول این حالت هست، گزینه دوم رو میبینید که طیف‌های رنگی یه مقدار مشخص‌تر هستن و حالت سوم حالت ستونی هست. در بخش هارمونی رول که در این کادر بازشوی لیست بازشوی اینجا هست و شما با یک کلیک چپ بر روی این فلش سیاه رنگ میتونید اون رو باز کنید، باز به انواع گروه های رنگی بر اساس رنگ انتخابی که رنگ اصلی انتخابی که در ابتدا اینجا قرار گرفته دسترسی پیدا میکنید و میتونید از اون گروه های رنگی انتخابی بهره ببرید و زمانی که اونها رو انتخاب میکنید میتونید باز با درک کردن این بخش ها میبینید حتی من این دایره ها رو میتونم جابجا کنم و به محض اینکه اونا رو دارم جابجا میکنم رنگ ها هم داره روی این قسمت های انتخابی تغییر میکنه و به این شکل شما ملاحظه میکنید که طیف رنگی مختلفی رو من میتونم به این شکل ایجاد کنم. میتونیم اینها رو جابجا کنیم تا به رنگ مورد نظر خودمون برسیم. همچنین میتونیم هر کدوم از این طیف‌های رنگی رو باز با یک کلیک کردن و انتخاب کردن اون از بخش پایینی پانل که مدل‌های رنگی قرار داده شده الان روی مدل رنگی CMYK هست و شما میتونید با کلیک کردن با یک کلیک چپ بر روی این آیکون وارد زیرمجموعه اون بشید و مدل‌های رنگی دیگه مثل RGB HSD و RGB و اینها و یا حتی مدل رنگی لب رو انتخاب کنید. من خب ترجیح میدم الان با مدل رنگی CMYK کار کنم، به خصوص زمانی که به هر حال قرار هستش که کار چاپ بشه. در این قسمت هم شما باز میتونید به کتابخونه های رنگ مراجعه داشته باشید و مثلا من از قسمت نیچر فلاورز رنگ هایی رو انتخاب کنم که در ارتباط با رنگ های گل هستن و باز میبینید که مدل رنگی من فرق میکنه. در بخش هارمونی باز میتونم اون رو تغییر بدم و باز میبینید که هر کدوم از اینها میتونه ویرایش بشه و مدل‌های رنگی دیگه‌ای تعریف بشه. طیف رنگی گسترده‌تری رو من میتونم حتی با باز کردن اینها تعریف کنم و گفتم خدمتتون هر کدوم از اینها انتخاب باشه شما میتونید با درک کردن اسلایدرهای طیف‌های رنگی CMYK میتونید رنگ مورد نظر خودتون رو ویرایش کنید. در نهایت گروه رنگی انتخاب شده رو میتونید با ذخیره کردن مثلا نیو کالر گروپ به این ترتیب در این قسمت ذخیره کنید. البته بهتر بود که من نام رو هم عوض میکردم. در بخش اساین باز میتونید شما بسته به گروه رنگی انتخابی خودتون هر رنگی رو که در این بخش هست میتونید انتخاب کنید، باز اون رو به عنوان رنگ اصلی قرار بدید. میتونید از این کانال ها رنگ های خودتون ویرایش کنید، مثلا اینو انتخاب میکنید و میگید که مثلا این طیف رنگی رو دوست ندارم، میتونید اینها رو اسلایدر ها رو درک کنید، طیف رنگی رو عوض کنید، باز نتیجه که حاصل میشه رو مشاهده میکنید. میتونید تعداد سطرای اینجا رو زیاد کنید و این گروه رنگی رو افزایش بدید. مشاهده میکنید که همه اینها قابل انتخاب هست و قابل ویرایش و در نهایت میتونید گروه رنگی انتخابی رو به آبجکت یا موضوع انتخابی خودتون اعمال کنید. و البته خب من فقط این قسمت ها انتخاب بود، میتونم مثلا این بخشی که مربوط به ساقه گل هست و در یک گروه مجزای قرار گرفته رو انتخاب کنم، رنگ استروک رو کلیک کنم فعال بشه برای اینکه بتونم رنگ رو به استروک اعمال کنم، وارد بخش کالر گاید بشم، مثلا روی این گروه رنگی کلیک کنم و اون رنگ رو
اختصاص بدم به ساقه ها. بنابراین شما میتونید از طریق پانل کالر گاید رنگ های خودتون رو ویرایش کنید و تیپ ها و گروه های رنگی جدیدی بسازید و اونها رو برای کاربردهای بعدی در پانل سوئچز ذخیره کنید. بخش دیگه ای که دسترسی شما رو به رنگ های زمینه و خط دور ساده و آسون میکنه، بخشی هست که در این قسمت نوار کنترل قرار گرفته و ما بارها بهش مراجعه کردیم. در صورتی که بخش مورد نظر از آبجکت خودمون رو انتخاب کنیم با یک کلیک چپ از طریق ابزار سلکشن، مشاهده میکنید که میتونیم از این قسمت هم به پانل سواش دسترسی پیدا کنیم و وارد پانل سواش بشیم، از رنگ ها، پترن ها یا الگوهایی که در این قسمت هست یا شیپ های رنگی که وجود داره استفاده کنیم. همچنین میتونیم به کتابخونه رنگ دسترسی پیدا کنیم و حتی به گروه های رنگی که از طریق بخش کالر گاید ایجاد کردیم دسترسی پیدا کنیم و با استفاده از اونها آبجکت یا موضوع خودمون رو رنگ‌آمیزی کنیم. اما نکته‌ای که اینجا من قصدم خدمتتون بگم این هستش که اگر شما یک کلیک چپ ساده روی این فلش سیاه رنگ انجام بدید و وارد این بخش بشید، چیزی که مشاهده می‌کنید پانل سواچز شما هست. اما اگر کلید شیفت رو نگه دارید و روی این مثلث سیاه رنگ کلیک کنید، این پانل سواچز به صورت پانل کالر برای شما باز خواهد شد که الان چون این رنگی که من آبجکت یا موضوعی که انتخاب کرده بودم به صورت خط دور هست، بخش فیل برای اون رنگی نداره. من میتونم روی کادر استروک کلیک کنم، شیفت نگه دارم و روی این مثلث سیاه رنگ کلیک کنم و ملاحظه میکنید که اسلایدرهای رنگی مثل پانل کالر در اختیار من قرار میگیره و من میتونم با استفاده از جابجا کردن این اسلایدرها رنگ خودم رو تغییر بدم. این نکته بود که من میخواستم در پایان برای اینکه ببینید که میتونید با نگه داشتن کلید شیفت بین پانل سواش و پانل کالر از این قسمت سویش کنید و به هر دوی این پانل ها از طریق این گزینه ها دسترسی پیدا کنید.